سلام دوستای عزیزم، به کانال 88 Cars خوش اومدید. امروز اومدم یه بخشی که همیشه زمان آزاد دارم میام، اون سمت موزه مرسدس بنز است و پشت سر منم که نمایشگاه مرکزی فروش مرسدس بنز هستش داخل اشتوتگارت. میریم با هم یه ریویو داشته باشیم. امروز هدفم اینه که فقط شما رو آشنا کنم با خود نمایشگاه و با طبقاتی داره و مرحله‌ای که داره. امیدوارم خوشتون بیاد. بعد بریم با هم ببینیم. امیدوارم خوشتون بیاد. اوکی. خب این قسمت هم که سه تا طبقه بندی داره، سه طبقات مختلف هستش. طبقات پایین معمولا طبقات سواری هستش که برای مثلا خانواده و اینجور چیزا حساب میشه، آ کلاسه و بی کلاسه و ای کلاسه. حالا طبقات بالا هم هستش که همچنین محل بندی میشه و قسمت های مختلف داره و اینجا هم یه مدل های مختلفی که مثلا حالا هستش مثل حالت ای کلاسه، شما میتونین برین با هم تست کنیم. برقی هستن که EQE هست، میتونیم بریم. این قسمت هم هستش که ماشینای آ کلاس هستش که میتونیم اینجا حتی میتونیم داخلش رو مثلا ببینید، مثلا سوار شین و مثلا به حال مثل حالت نمایشگاه میمونه دیگه، مثلا حالت مختلف داره. بعد اینجا مثلا پنسیر من میرم از اون بر، اینجا میتونید راحت برین هر مدلی خواستید میتونید برین داخلش بشینید تست کنید. حالا هر مواردی که داره مثلا حالت فنیش و حالا چیزهای دیگه شو مثلا چک و بررسی کنید، بشینید ببینید چجوری هست. اینجا امکانات داره هر مدل های مختلف رو میتونید مثلا انجام بدین. بعد اینجا هم CLA هستش که باز میتونید برین چک کنید هر جا قسمت خواستش مثلا خواستین دون فضاشو بررسی کنید. بعد این آپشن هایی که اینجا داره مثلا انواع اقسام مدل های مختلف ها هست که میتونید برین داخلش تست کنید. بعد میتونید حالا همه چیزاشو براتون بررسی کنید. یه بیشتر حالت نمایشگاه داره، قیمتش هست، چیزهای مختلف دیگه داره. و اون سمت هم که مثلا بی کلاسه هستش، سی کلاسه. بعد اینجا بیشتر طبقاتیه که میگم مدلایی هست که برای مثلا خانواده هست که استفاده میشه. حالا طبقات بالاتر یه مقدار حالت تر داره. حالا میتونیم بریم. خب یه چند تا نکته جالب بگم در مورد این جلیه. حالا فعلا نمیخوام در مورد ماشین و جزئیاتش تعریف کنم، ولی خب یه نکته خیلی جالب که اینجا دیدم این که هست که این ماشین رو میتونین لیزینگ کنین، یعنی ماهانه مثل حالت کرایه و قسط بدین. قیمتش حالا نزدیک به پول ایران فکر کنم نزدیک ماهانه با 40 میلیون میتونین مثلا این ماشین رو مثلا کرایه کنین داشته باشین، ولی مبلغش هلوش 3 میلیارد این حدودا میشه به پول ایران. ولی خب واقعا خیلی جالبه، مثلا با این مبلغ میتونی مثلا این ماشینا رو خب داشته باشی استفاده کنی و در پایان لیزینگ هم، لیزینگاش هم اینجا مثلا 3 ساله است، در پایان 3 سال هم که تمام شد بعدا میتونی ما بقیه مبلغی که مونده رو مثلا پرداخت کنی. حالا اینجا دوره مدل‌های مختلف جلی رو میبینین که اون قسمتش جلی 400 بودش، بعد اینجا 580 فرماتیک هستش. بعد میتونیم بریم با هم اینجا یه نگاهی رو مدل‌های دیگه داشته باشیم. بعد اینجا بیشتر بخش نمایشگاهی مرسدس و AMG و با اسمارت هستش و حالا این قسمت حالا پارکینگش هستیم. حالا بعداً بر طبقات بعدیش هم حالا تو فرصت بعدی براتون ویدیو تهیه می‌کنم. میتونیم با هم فقط فعلا یه نمایی داشته باشیم از ماشینا، بعدا سر فرصت مناسب حتما جزئیات بیشترش رو بهتون میدم. اون یا بریم اینجا یه ذره یه دوری با هم بزنیم. حالا زیاد توضیح خاصی چون اینقدر مدل های مختلف هست و تنوعشون زیاده، واقعا برای هر کدومشون کلی زمان نیاز داره معمولا این EQC ها. بعد این مدل مورد علاقه من، واقعا گنگت مدل های همه مرسدس خاص هست، ولی واقعا من این تنها مدلی هست که فوق العاده، یعنی اصلا
خودم خیلی دوست دارم این مدلو. همون سبک جلیا هست ولی خب سبک کوپش هستش. بعد اینجا میتونین EQS رو ببینین، یه دیگه جدیدترین مدل های الکتریکی هستش اومده تو بازار. و اونورم دیگه هزاران مختلف مدل های مختلف هستش که اینا اکثرا میبینین همشون آکن، هنوز اینجا معمولا تحویل مشتری میدن. میتونین ببینین بیشتر ماشین هایی که منتظر تحویلن یا نیاز به خدمات دارن معمولا میان اینجا دیگه. دنیای مرسدس اینجا دیگه، هر مدلی بخواین اینجا پیدا میشه. بعد اگه واقعا بخواین در مورد تمام مدل های مرسدس بکنم نزدیک یک سال زمان نیاز داره تو شما همه مدل هاشون رو ببینید. بعد یعنی واقعا یعنی خیلی سبکای سدان مختلف. این هم که شارژینگ باکسش هست که معمولا دیگه الان اکثر ماشین شما میتونین رو تو خونه بذارید و بعد شارژر استفاده کنید. حالا بهش میگن شارژینگ باکس ها که الان خیلی عرف هستش رو استفاده میکنن. واقعا یه مرسدس یه دنیا خیلی زیبایی داره. بریم اونور یه دونه که مدل 63 هست، این هم واقعا که مدل های خیلی خوب و مورد علاقه خدا هم هست. ماتیک هست. خب یه نکته بگم در مورد این شارژینگ باکس ها که دیگه اکثر مدل ها همشون دارن، اینا رو که دیگه میتونین به برق شهری وصل کنی و خیلی راحت میتونی داخل منزل یا هر جای دست بذاری استفاده کنی. و حالا این مدل هم که میبینی واسه GLE استفاده شده و اکثر کمپانی الان این باکس شارژر رو دیگه که میتونی راحت تو خونه استفاده کنی و خیلی سهولت استفاده داره دیگه، خیلی راحت هستش. خب تو این ویدیو حالا خیلی اطلاعات در مورد ماشینا که بهتون ندادم، بیشتر فهم خواستم که با این محیط و دمانشگاه آشنا بشین. حتما تو فرصت‌های بعدی در مورد جزئیات بیشتر ماشینا صحبت می‌کنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا کانال ATH Car رو سابسکرایب کنین و امیدوارم که از ویدیوهای بیشتر لذت ببرید.